دادگاه عالی طالبان برخلاف عربستان و سعودی روز دوشنبه 28 خرداد را عید قربان در افغانستان اعلام کرد. اما سیاستمداران سابق و جبهه‌های مسلح مخالف طالبان پیام‌های تبریکشان را روز یک شنبه منتشر و بر مبارزه با این گروه و انسجام تأکید کردند. در پیام گروه‌های مخالف طالبان آمده است: ما از کشورهای جهان و منطقه که تاکنون با گروه طالبان تعاملی یک جانبه داشتند می‌خواهیم در این روند تجدید نظر کنند. مخالفان طالبان با تأکید بر اینکه این گروه تنها به ترویج خشونت و پرورش تروریسم مشغولند افزود، برای نجات افغانستان یک بار دیگر تأکید می‌کنند که در افغانستان تنها زمانی ثبات و صلح دائمی برقرار می‌شود که یک نظام مبتنی بر خواست عمومی مردم از طریق انتخابات آزاد و عادلانه برپا شود. مخالفان طالبان با اشاره به برگزاری سومین نشست دوحه برای بررسی مسائل افغانستان و لزوم شرکت جناح‌های سیاسی، نهادهای مدنی، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان، رسانه‌ها و نمایندگان اقوام مختلف افغانستان در این نشست تأکید کردند و یادآور شدند هر روندی که به حزم مردم افغانستان بیانجامد و تنها به طالبان به عنوان افغانستان نگاه کند، بحران موجود را پیچیده تر و طولانی تر می کند و به هیچ نتیجه مثبتی هم نخواهد رسید. طالبان بیش از 2.5 سال است که بر افغانستان حاکمند و در این مدت گزارش های متعددی مبنی بر حضور و فعالیت گروه های تروریستی از جمله شاخه خراسان گروه سنی های تندروی داعش، شبکه القاعده، تحریک طالبان پاکستان TTP در این کشور منتشر شده است. مشی گروه طالبان مبتنی بر انحصار قدرت شدید است و به برگزاری انتخابات و تقسیم قدرت عادلانه اعتقادی ندارند. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای جنوب آسیا از آنکارا همراه ما هستند. سلام، وقتتون بخیر. آقای رئیس‌زاده، تحلیل شما از مخالفت گسترده گروه‌های مخالف طالبان چیست؟ سلام و وقت بخیر. با عرض تبریک و تهنیت عید سعید از خدمت شما و با همه همکاران شما. ببینید، وضعیت طالبا و وضعیت مخالفین طالبا راهنهای یا یکی از عوامل به وجود آمدن طالبا خودی همه مخالفین یا رهبرای سیاسی و رهبرای احزاب در افغانستان است. در طول 20 سالی که در افغانستان یک فضای خوبی فراهم شده بودند، همه اینها، ببینید میگم، همه اینها در فساد گسترده مالی و سیاسی و حقوق بشری آغشته بودند، همه اینها. و فعلا هم اینا وقتی شورای را ساختن به نام شورای عالی مقاومت ملی، ببینید هیچ گونه انسجام برای رهبری مردم افغانستان، رهبری گروه های مخالف سیاسی و مردمی علیه طالبا در برنامه از اینا وجود ندارد. تا هنوز خود اینها نتونسته که بیاین علیه طالبا یک سنگر واحد را ایجاد بکنند و اینا تا هنوز به یک رهبری واحد نرسیدن. متاسفانه ببینید درگیری های قومی و مذهبی در داخل این مخالفین سیاسی طالبا هم وجود دارد. در مدت 3 سال ما هم در همه جا شاهد بودیم، در طول 20 سال در افغانستان هم شاهد بودیم که اینا نتوانستن به یک نقطه مشترکی برسن که اینجا منافع همه گروه های قومی، مذهبی و جغرافیایی در افغانستان فراهم شود. بله. و اینا فعلا آمدن به کشورهای مختلف با همه تجهیزات نظامی و تجهیزات پولی و حتی حمایت های مردمی هم که اینا داشتن در ولایت های مختلف افغانستان، در گوشه کنار افغانستان، که مردم تا جانشان از اینا حمایت کردن، ولی اینا متاسفانه مردم افغانستان تنها گذاشتن با
یک گروه تروریستی بین المللی و خودشان آمدن در خانه هایشان در کشورهای مختلف در قصر هایشان زندگی میکنن و هر چند روز یا هر چند ماه و هفته اینا یک پیام یک اعلامیه ایران میکنن که ما با مردم افغانستان هستیم، ما مخالف طالبان هستیم. ببینید مخالفت با طالبان اینگونه نمیشه. مخالفت با طالبان از داخل قصرها در دبی و در ترکیه و آمریکا و لندن نمیشه. مردم افغانستان امروز گرسنه هست. مردم افغانستان امروز از تمام اون امتیازات انسانی و بشری که باید اینا داشته باشن متاسفانه محروم است و یکی از دلیلش انمی رهبرای فاسد سیاسی بودن که در طول تاریخ افغانستان خصوصا در 20 سال اخیر افغانستان اینا هیچگاه بر منافع مردمشان پایبند نبودن و اینا زیادتر کوشش کردن که بر اساس منافع سیاسی و شخصی خودشان با ارتباط داشته باشن با نهادهای مختلف استخباراتی و نهادهایی که به اینا متاسفانه پول واریز میکنن. حالی اینا اومدن صدا بلند میکنن و مردم میخواین بازم یک جنگ را آغاز بکنن در افغانستان و تا اینجا مردم بگونه کشته شوند. ببینید بسیار واضح و روشن میگم که این گروهی که به عنوان شورای مقاومت ملی یا زیر عنوان مخالفین طالبان اینا سر بلند کردن و میگن که ما با طالبان اگر با ما مذاکره نکنن، اگر در دوحه در نشست دوحه شرایط ما رو نپذیرن، ما با طالبان جنگ میکنیم. برادر من اگر کسی در افغانستان یک روز زندگی کرده باشه همه اینا رو میشناسه که اینا با تمام تجهیزات نظامی که داشتن شکست خوردن و سلاحشون در زمین گذاشتن و مردم افغانستان رو تنها گذاشتن. بله. اما رهبری یک حزب سیاسی سایر نهادهای مدنی، سایر نهادهای یا سندیکاها یا نویسنده ها یا کسایی که پژوهشگر مسائل سیاسی هستند اینا هم باشند، از عامه و از طوله مردم هم اونجا باشند که تا بله. از درد و از رنج مردم اینا حرف بزنند. شاید یک روشنایی با وجود بیاید که بیتا طالبان هم قائل شوند به بعضی از موارد که بپذیرند مردم افغانستان زندگی خوبتر داشته باشند. در غیر از صورت تنها یک جانبه اگر از جانب شورای مقاومت ملی و رهبرای مخالفی باشه ما متاسفانه به این یک امید خوبی بله. ندارم. ممنونم از شما. پس تو گفتگوهای آینده شما رو به خدا میسپارم. مظاهر رئیس‌زاده پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا از آنکارا.